دکتر روح‌الله امین روانشناس برای بحث بیشتر در این زمینه با ما هستند. آقای امین سپاسگزار هستم از حضورتون، به تلو نیوز خوش آمدید. گزارش دیدیم در مورد کودکان، اگر بگوییم حالا در اجتماع چی عامل به گونه گرده هم میان تا اینکه کودکان را و یا هم کسانی که سن قانونی خود را نرسیدن وادار به این میکنه تا هر آن چی که کسانی که برشان عدالت میتونه اون عملی بسازه و به گونه هم وادار شود؟ بسیار تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و همکاران و بیننده محترم تلویزیون. باید عرض بکنم که امطوری که یک ساختمان مهمترین قسمتش بنیادایش است و بنیادای شخصیت ما، بنیادای نوع تفکری که در ما پرورش پیدا میکنه و نوع شخصیتی که بالاخره بعداً تولید خواهد شد، در کودکی ریخته میشه. سالهای اول کودکی ما بی نهایت مهم هستند. اکثر به اصطلاح تئوری سنای روانشناسی و داده های روانشناسی ایر تایید میکنن به نوعی، به خصوص 5 سال اول و بعد از او هم هر سالی که میگذره ما بنیادهای شخصیت آینده ما شکل میگیره. به این خاطر یکی پندارا، تجربیات، خاطرات و غیره و چیزایی که میآموزیم در زندگی ما اضافه میشه و یکی محیطی که در او قرار میگیریم، تمام اینا تاثیر میگذاره در اینکه ما چی تولید شویم، A, B, C یا چیز دیگه. یک چیز دیگه که در ما شکل میگیره ایست که یک چیزی را که ما لنز میگیم یا پریزم میگیم، شاید بهترین کلمهش در فارسی همی عدسیه باشه. مثل که یک عینک در چشم میزنین، اگر عینک سبز باشه تمام دنیا سبز معلوم میشه، اگر عینکتون سرخ باشه تمام دنیا سرخ معلوم میشه. او پریزم دقیقا یک شیشه است که در درون ذهنتون قرار میتین، مثل یک فیلتر. تمام از طریق او فیلتر تمام دنیا را میبینین و اگر او فیلتر زرد باشه دنیا را زرد میبینین، سیاه باشه دنیا را سیاه میبینین. در او سالایی که امی فیلتر، این فیلتر ذهنی و فکری در ذهن یک کودک شکل میگیره، اگر در او موقع هر چیزی را که شما بکارین در ذهن او، تغییرش در دراز مدت بسیار سخت خواهد بود. به این خاطر است که چیزایی را که در او سن و سال چه غلط چه صحیح در ذهن طفل کاشته شود و شکل یک ایدولوژی به اصطلاح بافت داده شود، هر چیز دیگه که روی او ساخته شود، تهدابش همو عدسیه یا همو پریزمی خواهد بود که از همو عدسیه و پنجره دنیا را تشخیص میکنه، معلومات وارد میکنه، معلومات فیلتر میکنه، چیزایی که با او باورای اولیه موافق باشه اونا را جذب میکنه، هر چی که با او مخالف باشه بیرون میره. حالا همین ویژگی ها به گونه دلیل شده که تا مخالفین بیشتر کودکان را انتخاب کنن، اونم در این سن؟ اتفاقا ای را باید بگویم که این یک چیزی تقریبا عام است و زیاد سخت نیست فهمیدنش که بله، شکل دادن افکار یک طفل بسیار آسانتر است تا شکل دادن یک انسان کاهل یا تفکر یک انسان کاهل. به این خاطر آسانتر به نظر میرسه، یک مقدار وقت طولانی میگیره، ولی او افکاری که در ذهن یک طفل کاشته میشه بسیار محکمتر است، بی نهایت محکمتر است نسبت به افکاری که در یک ذهن یک انسان کاهل کاشته شود. کلمه شاید بسیار مروجش شستشوی مغزی است. شستشوی مغزی را به کار میبرن به معنای از این که گویا افکار ساختگی و پرداختگی بیرونه در ذهن کسی وارد میکنی و او را وادار به تفکر خاصی و طرز زندگی خاصی و رفتار خاصی میکنی که رفتار خودش نیست. و این مورد باید بگویم که از لحاظ روانشناسی یک مسئله بسیار بحث برانگیز است. تعداد زیادی از روانشناس هست که زیاد موافق نیستن با این بحث واژه‌ای که بگویمش شستشوی مغزی یا چیزی این قبیل، ولیکن تعدادی هم موافق هستن و تحت شرایط خاصی اثبات هم شده که میشه از هانه به شکل پروگرام کرد، برنامه‌ریزی کرد و پیشبینی کرد اعمالش و چیزایی را تقویت یا تضعیف کنی در ذهن شخص. این پروسه‌ای وجود داره که اگر علاقه داشتین عرض کنم. حالا آقای امین، شما از شستشوی مغزی اشاره داشتین، واقعا بگونی این واژه عام شده و اما در مورد مخالفین و ویژه کسانی که بگونی این دست به انتار میزنن همین حرفا را بیشتر استفاده میکنن. بارمند هستین که تا این حد سهل آسان است که در جامعه مثل افغانستان بتونن این کار را انجام بدن؟ اتفاقا در جامعه مثل افغانستان آسان تر است. یک نقطه ضعفای در انسان وجود داره که اگر اونا فراهم باشند شستشوی مغزی بسیار آسان تر میشه. یک مقدارش مثلا نبود یک ایجنسی میگیمش، نبود یک حس فردیت، یک حس هویت روانی در خود انسان است که خود انسان اگر او رو حس نکنه یک شخصیت کاملا متزلزل، متحرک و بی ثبات می داشته باشه و شخصیت های بی ثبات همیشه تکیه میکنن به یک تکیگاه قوی تر و او تکیگاه قوی تر به رزینا نقش یک الگو رو داره، ولی الگویی که ما شما انتخاب میکنیم فرق داره با
با الگویی که یک انسان با روان بی‌ثبات انتخاب میکنه. الگو بر ما یک الگوی متحرک است که اگر به او الگو رسیدیم یک الگوی دوم سوم چهارم با الگوی ما هر روز تغییر میکنه. ولی الگویی که او شخص بی‌ثبات انتخاب میکنه او الگو پرستی میگنش، در یک الگو هضم میشه و از امو اولین الگو به دومین الگو هرگز نمیرسه. ولی آقای امین، چرا بگونی این بحث در قالب افرادگرایی دینی به پیش میره و این گونه انتخاب میشه و این بحث را بیشتر بالاش کار میکنه؟ چند خصوصیت مسائل دینی داره که امی مسئله را بسیار آسان میسازه. جدای از این که دین یک پدیده بسیار مهم زندگی انسان است، یکی از ابعاد بسیار بسیار مهم زندگی انسان میشه گفت که تقویت میکنه، معنا میبخشه به زندگی امروزش و آخرتش و رفتارش و اخلاقش و هزار ارزش دیگر در زندگی انسان اضافه میکنه. دین متاسفانه بسیار به سادگی میتونه مورد سوء استفاده هم قرار بگیره. دین تنها پدیده ای در عالم هستی هست که بدون استدلال عقلانی باید بپذیریدش. مثلا وجود خدا یک چیزی است که فقط بپذیرش. به این خاطر دین یک چیزی است که ما بسیار عاشقانه فرفته او هستیم و زندگیش میکنیم. به این خاطر است که یک مسئله که در دین وارد میشه ایست که تقلید وارد میشه، تفکر شخصی و فردی انسان تعطیل میکنه. این دستور اصلی دین اسلام نیست اتفاقا. ولی ما شما امروز میبینیم که امروز اسلام یا دینداری یا فرهنگ دینداری بیشتر به تعدادی از رفتارها یا گفتارها یا روشی از زندگی تقلیدی و کپی شده از یک الگوی بسیار فکس و نامتحرک تبدیل شده تا یک فرهنگ فردی که ما با او ببالم و او فرهنگ زندگی شبانه روزی ما باشه. بنان این دین یک ابزاری را در اختیار افراد قرار میتونه بده که بتونن اذهان عامه را و اذهان به خصوص اطفال مورد سوء استفاده قرار بدن. و این هم در ساختارهای اجتماعی این بحث تا چی حد پیچیده است. واقعا در افغانستان چی راهکارهایی میتونه حداقل در بحث بلند بردن سطح آگاهی خانواده ها و در کنم در سطح بلند بردن آگاهی جامعه در این بحث کمک کنه؟ یک نقطه ضعف های پیشتر عرض کردم که وجود دارم. مثلا یکی از ابزار بسیار کلان نظام آموزشی بوده میتونه، فضای خانواده بوده میتونه، فضایی که اطفال در اون کلان میشن بوده میتونه. تمام اینا میتونن یک شخصیت متفکر بار بیارن به جای یک شخصیت مقلد. میتونن یک شخصیت از لحاظ روانی مستقل با ثبات و قوی و معتمد به نفس بار بیارن به جای یک شخصیت متزلزل بی ثبات و دنبال یک تکیگاه بگرده که به کی تکیه بکنه و از کی الگو بگیرم. به همین ترتیب تزلزلای بسیار زیاد دیگه است از این طریق که مثلا تفکر سیاه‌سفید یکی از اوناست. اشخاصی که تفکر سیاه‌سفید دارن و بین سیاه‌سفید هیچ رنگ دیگه را دیده نمیتونن، اینا بسیار بی ثبات‌تر هستند در مقابل امی استفاده های روانی تا کسایی که یک تفکر باز، یک نظام فکری بسیار به اصطلاح آراسته و پویا دارن و مسائل خوب میتونن سبک‌سنگی بکنن. مهارت تفکر ما اتفاقا در نه نظام آموزشی نه خانواده، مهارت تفکر به اطفال ما نمیآموزیم. فقط به اونا میگیم بکن چون من میگم بکن. من نمیگم بکن چه خوبیایی داره در زندگی خودت، تو خودت چه فکر میکنی، چه انتخاب داری. به این خاطر شخصیت های نامتکی، شخصیت های متزلزل بسیار ضعف های کلانتری دارن برای اینکه موردی سوء استفاده قرار بگیرن. آقای امین، این بحث واقعا در نقاط خیلی دوردست افغانستان مثلا در روستاها تا چی حد جدی میدونی؟ یکی از عوامل کلانش فقر است. شما میفهمین که تعداد زیادی از مدرسه های دینی که در پاکستان حداقل وجود دارن سیر کردن شکم فامیلایی که تعداد اولادشان هم نام خدا زیاد میباشه معمولا بسیار آسان نبوده در طول زمان مهاجرت و حتی همی امروز. و این فقر باعث میشه اونا اولادشان رو بسپارن به کسایی که ظاهرا به اونا اعتماد دارن، به کسایی که فکر میکنن اونا اولادشان اولا نان میته، بعد لباس میته، بعد با سوادشان میسازه. و سواد برای اون مردم فقط معنای چیزی که خواندن و نوشتن یاد بگیرن، غافل از این که اونا با دادن نان و لباس و اینا زندگی را از او کودک میگیرن، حیات و آینده را میگیرن و وجود یک انسان متکاملی که بتونه یک عضو پویای جامعه آینده باشه، این امکان از او طفل میگیرن. به این خاطر این امکان و این سوء استفاده امکانش در ولایت افغانستان و در جاهای دیگه که فقر، بیسوادی و بقیه فلاکت ها بسیار منتشر است، امکانش بسیار زیاد است. بله، همین فکر نمیکنیم با توجه به وضعیت فعلی کشور بگونیم نیاز به دگرگونی و هم یک خانه تکانی دیده شود و ویژه در نظام آموزشی همچنان در مدارس دینی افغانستان تا اینکه حداقل بیشتر از این
کودکان افغانستان از این بحث واسه پذیر نباشند. بله، ما بارباری را یاد کردیم که نظام آموزشی ما حافظه افراد تقویت میکنن و حافظهشان امتحان میکنن. همیشه اصطلاحی را که باربار هم به کار بردیم است که فلش دسک، امروز یو اس بی داریم که از یک کامپیوتر کپی میکنین جای دیگه میبرین. انسان ها را به شکل فلش دسک تصور میکنن که موادی را معلم باید به او بته حفظ کنه، روز امتحان هم شاگرد پس بته. همین پروسه ای که انسان متفکر بار نمی آیم. به این خاطر شما خانه تکانی گفتین، ما نه فقط خانه تکانی در نظام آموزشی ما نیاز داریم، خانه تکانی در نظام تربیت خانوادگی ما هم نیاز داریم، خانه تکانی در دینامیکای اجتماعی ما نیاز داریم، همینطور خانه تکانی ما در تفکر اصلا انسان ها، تفکر اجتماعی و تفکر جمعی ما داریم، تفکری که نسبت به خود داریم، نسبت به دیگرها داریم، نسبت به طریق های تعریف هویت خود و بازسازی هویت خود و هویت جمعی خود داریم. کلن ما به یک میشه گفت تحول فکری در جامعه نیاز داریم. ما از صلح و جنگ، از فقر و غنا، از اینا صحبت میکنیم. ولی خواهیم این چی مدل های رو واقعا پیشنهاد میکنیم تا داریم بس بتونه کمک خوبتر کنه؟ اما طوری که شما فرمودید، من ایره میگم که اولا بیشتر وقتا خانواده مبنایشان فقط ضرورت های فیزیولوژیک و ضرورت های بیولوژیک می باشد. ضرورتشان یک ضرورت پخته پویای فکری نمی باشد. مثلا ازدواج در خردسالی، دو پدر و مادری که خودشان هنوز به پختگی سنی و پختگی روانی فیزیکی نرسیدن، اونا صاحب یک اولاد میشن. اونا چطور میتونن یک اولاد سلامت تربیت بکنن؟ بعد او پدر مادری که به سختی میتونن شکم او را سیر بکنن، اونا از کجا میتونن یک فضای خوب رشد و اینا فراهم بکنن؟ تمامش به هم گره خورده است، از حکومت گرفته تا جامعه مدنی تا جوامعی که ما در روز زندگی میکنیم میتونن در این سهم بگیرن. یک خصیصه در جوامع آفریقایی وجود داره یا آفریقایی آمریکایی. وقتی یک طفل در یک منطقه بزرگ میشه، او فقط یک مادر و یک پدر نداره. اگر یک غلطی در کوچه هم انجام بده، همسایه اصلاحش میکنه و میای با پدرش صحبت میکنه که طفلت فلان کار کرد. به این خاطر تمام مادرها در افغانستان بگوییم یکی از دیگه بد و بدتر است. امیر میگم که یک طفل یک مادر نداره، ده ها مادر داره و یک منظور از لحاظ فرضی است و هر کس حس پدری داره و به گونه طفل با هم کلان میکنه یک جامعه کوچک، یک کوچه، یک منطقه، یک قریه. ما چیزی که داریم متاسفانه، ما در بین خانواده از هم گسستای زیادی را تجربه میکنیم. ما دیوارهای کانکریتی بین انسانها، بین فامیلها، بین اقوام، بین نمیفهم توده های متفاوت در دیوار ساختن ما بسیار وارد هستیم. به جای اینکه دیوارها را برداریم و انرژی خود را شریک بکنیم برای ساختن یک نسل بهتر، تربیت جوانایی که بتونن به درد وطن بخورن و زندگی بیشتر و بهتر از ما داشته باشن. در کنار این بحث، واقعا این جامعه امروزی افغانستان از لحاظ روانشناختی چی تعریف میکنه؟ شما اشاره کردیم که به گونه برک طفل خیلی یک دانشگاه است و میتونه روی بزرگ چیزا رو یاد بگیره. واقعا اگر در جامعه مثل افغانستان و جامعه امروزی ما اگر یک طفل وارد شوه، و دید شما بیشتر چی را خواهد یاد گرفت؟ متاسفانه چیزایی که من نام گرفتم بسیار شادمانی به بار نخواهد آورد. به عنوان یک طفل، یکی از بدترین فضایی که میتونید او تولد شوی و کلان شوی در همین عصر و زمان افغانستان است و برای پیر شدن، برای سال خورده ها یا هم به اساس تحقیقی که از بدترین جاهای جهان است. وقتی در این جامعه به عنوان یک طفل شما زندگی میکنی، اولین اتفاقی که میفته شما سرکوب زیاد احساس میکنی. شما سرکوب میشی، شما هیچ وقت به اونجا نمیرسی که شخصیت خودت کشف بکنی. شما به گونه سرگشته میباشی، بسیار یک حالت چیزی که confusion perplexity میگن، یک حالت سرگشتگی، گمگشتگی و یک حالت عدم ثبات، یک حالت اتکا به بیرون و غیر از خود. و با این حالت وقتی کلان میشی، بسیاری تمام اولویت هایت فقط امنیت فیزیکی تعیین میکنه. با آمال کلانت، اهداف کلانت، با رشد معنویت، با رشد روانیت اینا نمیتونی سرمایه گذاری بکنی. و متاسفانه که چیزایی که جامعه ما بسیار رو را تقویت میکنم، اولا حس عقده است. مثلا وقتی مرد میگی بزرگترین ارزش در زندگی تو ایست که یک کمی با شهامت باشی و قوی باشی و فلان و فلان و یک کمی هم لجوج و خشن باشی. و طفلا را بسیار عقده‌ای، بسیار پرخاشگر، بسیار انعطاف ناپذیر ما بار میاریم و اونا نمیتونن، یعنی قسمی برنامه‌ریزی میکنیم که شهروندای مفید یک جامعه آینده متاسفانه نمیتونن باشن. خیلی خوامین، چقدر آسان است این که یک طفل و یا هم یک شهروند و یا هم یک بزرگسال، ولی مشخصا یک طفل زمانی که بگونی اگر بگویم آلوده میشه، یعنی افکارش آلوده میشه و از او تبدیل میشه یک جنایتکار. در گزارش دیدیم که بگونی یک طفل ماینه جاسازی میکرد تا اینکه نیروهای امنیتی را مورد هدف قرار بده، به ویژه کاروان و موترایشان. ولی امروز همین طفل آمده
در مرکز اصلاح و تربیت به گونه‌ای همون موتر پلیس را که می‌خواست انفجار بده خودش مدل سازی کرده و در جریانی که در بند بوده دوباره ساخته. فکر می‌کنین سهل است که یک کسی که به گونه افکارش آلوده شده باشه او را دوباره بتون تغییرات بهش آورد و دیدش را تغییر داد؟ یک پروسه بسیار طولانی است، اولا تزریق کردن افکار آلوده در ذهن طفل، و یک پروسه به مراتب طولانی تر است، پاک کردن او و تغییر دادن و بازسازی کردن او. به این خاطر من فکر میکنم که 100% باید اعتماد بکنیم به پیشرفتایی که تمامی جوانا کردن و باید اعتماد شوه، باید تقویت شوه، باید کمک شوه، در این هیچ تردیدی نیست. ولیکن بازم ما باید بگویم که پروسه به مراتب طولانی تر کار است تا 100% شما اطمینان پیدا بکنین که تمام او سم و زهری که در روح و روان این طفل ریخته شده کاملا سمش از خونش و از ذهن و روانش پاکسازی شده. به عنوان پرسش اخیر، چقدر با این اطفال که بگونه در این مرکز اصلاح و تربیت شب روز خود را سپری میکنند، زندانی هستند و این جرمشان بوده، چقدر نسبت با ایندیشان خوشبین هستند و باورمند هستند که وقتی که از اینجا بیرون میشن دوباره همون افراد سالم هستند و دیدشان هم متفاوت است نسبت به گذشته؟ من تمامش هم میگم بستگی داره به این که در اون مرکز اصلاح و تربیت چه محیطی وجود داره برای اونا، چه تربیتی به اونا ارائه شده، چه آموزش هایی دیدن، چه محیطی ایجاد شده، چه گونه رهبری و چه گونه ارزش های انسانی، مدنی و ذهنی روانی در بین وجود از اونا کاشته شده و تقویت شده. تمامش به پروسه های مربوط است که اونا در اونجا زندگی کردن. اگر در اونجا یک محیط سالم و پویا برشان ایجاد شده باشه، بسیار میتونم خوشبین باشم که جوانای بسیار مفیدتری باشه. اگر اون محیط سالم برشان ایجاد شده باشه، باز هم به این گونه جامعه به گفته ناسالم وارد شدن، فکر میکنین که دوباره بازم تغییر کنن؟ کاملا. اتفاقا اینا بسیار آسیب پذیرتر خواهند بود نسبت به طفلایی که هرگزی تجربه را نداشتن، چون اینا دو محیط متفاوت تجربه کردن. اول او قسمتی که آلوده شدن، دوباره اینجا به قصد اصلاح زندگی کردن، و اگر بروند سرگشتگی، میزان سرگشتگی و گمگشتگی در اینا به مراتب بالاتر خواهد بود تا دیگه اطفال عادی. سپاسگزارم آقای امین از حضور شما در بحث. خوش آمدید. ممنون.